کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی افغانستان در آستانه ماه محرم 1444 اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه تلاش شده تا نگرانی‌های امنیتی و ضرورت‌های لازم برای ایام ماه محرم گوشزد شود. نهاد مردمی موسوم به کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی که کار هماهنگی امنیت مراسم شیعیان در افغانستان را بر عهده دارد، در آستانه ماه محرم 1444 با انتشار اطلاعیه‌ای تلاش کرد تا نگرانی‌های امنیتی و ضرورت پیش‌بینی‌های لازم را به مقام‌های طالبان افغانستان گوشزد نماید. این اطلاعیه با آیه 33 سوره شورا آغاز شد که می‌فرماید: ای پیامبر، به مردم بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، یعنی اهل بیتم. در ادامه این اطلاعیه آمده: کمیسیون پیش از ورود ماه محرم هماهنگی و نشست‌های متعددی با برخی از نمایندگان نهادهای امنیتی طالبان داشته و از اعلام آمادگی نهادهای امنیتی در زمینه تأمین امنیت مردم در ایام محرم کمال تشکر را دارد. از همه برگزار کنندگان مراسم می خواهیم که فرهنگ و ارزش های عاشورا که در واقع ارزش ها و شعائر محوری و مورد اتفاق امت اسلامی است را با نظم مبتنی بر اخوت مانند گذشته برگزار کنند و همکار کمیسیون و نهادهای امنیتی باشند. کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی در این اطلاعیه افزود: از مردم عزیز خود می خواهیم که بر اساس روال معمول و سنت همکاری مردمی در محرم با استفاده از ظرفیت مؤثر و توانبخش مردمی در بخش نظارت و مراقبت از ساحات و مجالس خود به تأمین امنیت مراسم محرم امسال کمک کنند. همساله در ایام محرم به ویژه در روزهای منتهی به عزاداری تاسوعا و عاشورا و اربعین حسینی، مراکز تجمع شیعیان افغانستان به ویژه حسینی ها و مساجد و تکایای ایشان هدف حملات انتحاری سنی های تندرو قرار می گیرد و صدها شهید به جا می گذارد. این کمیسیون مردمی تلاش می کند با هماهنگی با نهادهای طالبان این مخاطرات را گوشزد کند و تمهیدات امنیتی مردمی را برای جلوگیری از تکرار آن فجایع عملیاتی و به اجرا بگذارد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.